و اما یکی دیگر از گزارش های برنامه خیابان زندگی دولت آقای اوباما برای بالا بردن توان زنان و دختران از طریق آموزش ابتکاری به خرج داده و تلاش برای فراهم کردن امکان حضور دختران در مدارس در تمام کشورها رو یکی از اولویتهای سیاست خارجی آمریکا اعلام کرده در خیلی از نقاط دنیا فقر نبود امکانات و هنجارهای فرهنگی از عواملی که جلوی دسترسی دختران به تحصیلات رو میگیره و میشل اوباما بانوی اول آمریکا از طریق استراتژی های خاصی به تلاش هایی که برای تغییر این وضعیت انجام میشه کمک میکنه خانواده رومینا کولا از روستایی در آلبانی که دو ساعت با نزدیکترین مدرسه فاصله داشت به شهر اشکودرا مهاجرت کردند تا دخترشون بتونه تحصیل کنه. خیلی از دوستان به خاطر نداری و دوری راه نمیتونن مدرسه برن. روستای ما خیلی با مدرسه فاصله داره. اما پدر و مادر رومینا نمیدونستن که با این کارشون اونو از صف 62 میلیون دختر محروم از تحصیل در دنیا بیرون کشیدن. سوزا هم عضو نمایندگی آمریکا برای توسعه المللی میگه دوری راه و احتمال روبرو شدن با خشونت تنها نمونه ای از موانع سر راه تحصیل دختر است. مشکلشون رو حل کنیم چه ازدواج دختران در خردسالی باشه چه فشار مالی برای شهریه. دولت باراک اوباما کارزاری با عنوان بگذاری دختران بیاموزند به راه انداخت. ماه مارس میشل اوباما بانوی اول آمریکا همراه با کوری هسلر رادلت رئیس نیروهای پاسدار صلح برای ترویج این کمپین به ژاپن و کامبوج رفت The first lady is incredibly passionate. بانوی اول آمریکا به نحوی باور نکردنی به این موضوع علاقه داره اون و همسرش آقای اوباما به زندگیشون نگاه میکنن و میبینن که تحصیلات چقدر در رسیدن به هدفهاشون نقش داشته و میخوان اطمینان پیدا کنن که همه دخترها مثل اون فرصت آموختن رو دارن داوطلبان نیروهای پاسداران صلح مثل اینها در تیرانا پایتخت آلبانی این برنامه رو در کشورهای زیادی اجرا میکنن مخصوصا در مناطق دورافتاده مری کوانت میگه برنامه ابتکاری اونها شامل موضوعاتی مثل برابری جنسیتی و قدرت بخشیدن به دختران جوان میشه. کافی <تصفح> سر حرف رو باز کنین و انتظارات این دختران رو بالا ببریم. بذارین بدونن که میتونن به تحصیلات دسترسی داشته باشن و شخصیت و توانایی های رهبری و تجربهشون رو بالا ببرن. به محض اینکه این, این ایده رو تو ذهنشون بکارین بهش پر و بال میدن و این فکر در اونها رشد میکنه. خانم من هم اشاره میکنه که فایده آموزش دختران به کل جامعه میرسه. زنایی که به تحصیل ادامه میدن و دخترای جوانی که تا بزرگ نشدن مدرسه رو ترک نمیکنن، احتمال سلامتیشون بیشتره. احتمالا در سن بالاتر ازدواج میکنن و بچه دار میشن و احتمال اینکه بچه هاشون رو هم مدرسه بذارن بیشتره. اثر تحصیل زنان مثل موج به همه جامعه منتقل میشه. اما به نظر سرپرست نیروهای پاسدار سود چنین تغییری زمان زیادی میبره. در واقع کسی که بیشترین فایده رو از این برنامه میبره بچه های زنها و مردای جوانی هستند که ما الان باهاشون سر و کار داریم. این یه تعهد دراز مدته چون عوض کردن هنجارها و رفتارها خیلی وقت میبره. برای رومینا در آلبانی یکی از یازده کشوری که این برنامه برای بار اول در اونجا اجرا شد آینده ای پرامید جای فردای سرشار از نامیدی رو گرفته.